Deci care are multă sartării, dar tot am zis, măi, Jesus'un. Dădim. Hala de amul de katepsine, kemi bișer vedorim, băiat mi-sit. Katepsin ha, tu kitabai farsi nevește, 5 tă, băi de alfa katepsin dărim ha, că خیلی زیاد تعدادشون. که اینها بعضا تخصصی عمل میکنن. تمام فعالیتایی که گفتیم پردازش انجام میشه. پروتئین و سایتوکاین لایک لافوکاین، انتروکین ها، کاسپاس ها، گرانزیم، بیره، حتی کلاژناز که کاتپسین کی هست. کاتپسین مختلف دارن این کارا رو انجام میدن. هر کدوم مشکلی ایجاد میشه، بیماری ایجاد میشه. سرطان که یک شایع‌ترینه یا نقص ایمنی اتفاق میفته. و کاتپسین ها تو سه تا گروه میتونه دسته‌بندی بشه. بس به جایگاه فعالش. اینا پروتئاز هم دیگه. ما قبلا در کلاس بیوشیمیمون سری پروتئاز ها رو معرفی کردیم. سری پروتئاز ها لیستی بوده که من دادم بیدم. سری پروتئاز ها یعنی چی؟ پروتئاز هایی که جایگاه فعالشون اسید آمین سرینه. کاتپسین ها بیشتر نه همشون بیشتر سیستئین پروتئازن، یعنی در جایگاه فعالشون سیستئینن. ما انواع اقسام کاتپسین رو داریم، بیشترشون سیستئین کاتپسین، سیستئین کاتپسین یا سیستئین پروتئاز، درسته؟ 11 نوع سیستئین پروتئاز ما داریم در لیزوزیم. قبوله؟ یعنی شما این بیشترشون سیستم پروتئاز نمیخواد حفظ بکنیم. ولی دو دسته دیگه هم ما داریم تو کاتپسین ها که اینها دو تا از کاتپسین ها A و G سری پروتئاز هستند. کاتپسین های A و G سری پروتئاز هستند، یعنی جایگاه فعالشون هستند یعنی سرینه، بخش کاتالیتیکشون، بخش کاتالازیشون، بخش آنزیمی آسامل سرینه. و کاتپسین های ای و دی هم آسپارتات پروتئاز هم، درسته؟ ای جی دی و دی بقیهشون سیستم پروتئاز هم. در نتیجه شما این چهارتا رو یاد بگیرید، غیر از اینها میشن سیستم. خب کاتپسین ها، خود کاتپسین ها زیموجن هن. یعنی چی؟ یعنی خودشون برای فعال شدنشون کاتپسین ها خیلی خطرناکن، باید تحت کنترل باشه، همیشه نباید فعال باشه. در نتیجه برای فعال شدنشون یه راه اینه که زیموجن باشن، یعنی یه قسمت برش لازم داشته باشن. خودشون برش میدن، خود اینا برش میدن، ولی برای فعال شدن خودشون هم ممکنه برش لازم توسط کاتپسین های دیگه، درسته؟ پس یکی از راه های مهار کاتپسین ها ایجاد برش به صورت زیموجن هستش که پروتئین کامل غیر فعاله، بعد یه قطعه جدا بشه تا فعال بشه. قبوله؟ یکی دیگه از راه هایی که بعضی از اینها مهار کننده هم داره، یعنی یه مهار کننده هم وصله و اجازه نمیده این کارش انجام بده علاوه بر اینکه زیموجن بشه، چون اینجا ماهی اسیدیه. اگه این محیط اسید اختلالی درش ایجاد بشه ممکنه این زیمو از زیموجن در بیاد. برای خاطر جمعی سلول ما یک مهار کننده هایی هم داریم. بعضی از کاتپسین ها مهار کننده هایی مثل سیستاتین، استیفین، تروپین و سرپین، چهار تا مهار کننده مهمتر هست که اینها مهار کننده های کاتپسین. قبوله؟ سیستاتین، استیفین، تیروپین و سرپین. قبوله؟ کاتپسین ها مهم محیط اسیدی فعالشون میکن. کاتپسین ها
کاتپسین در محیط اسیدی هم که طبیعتاً همینجوریه، لیزوزوم محیط اسیدی داره، کاتپسین هم همینطور فعال میشه آنزیم لیزوزوم در محیط اسیدی. درسته؟ بعضی از کاتپسین ها یا اکسیده میشن یا تخلیه میشن. ببینید راه های مختلفی هستش که یک کاتپسین فعال میشه. درسته؟ راه های مختلفی هستش که برای فعالیت یک کاتپسین یا موقع همزمان چند تا راه وجود داشته باشه. وضعیت زیموژن یعنی نیاز به برش. دو، اتصال مهار کننده برای فعالیت کاتپسین باید این مهار کننده جدا بشه. سه، برای یه کاتپسین الان لازمش نداره سر رو مهارش نمیکنه، تخریبش میکنه. بعدا اگه لازم شد دو مرتبه باید ژنش بیان بشه، ER اینو پروتئینش رو بسازه بر روی ER و بیاد برسه به لیزوزوم. روشنه تخریب منظور اینه، یعنی وقتی که لازم نداریم تخریب میشه کاتپسین، بعدا مجدد باید ساخته بشه. و یا اکسیداسیون سیستمی. راه چهارم، اکسیداسیون سیستئین باعث مهار کاتپسین میشه. اکسیداسیون سیستئین در انواع که گفتیم سیستئین در جایگاه فعال دارن دیگه؟ درسته، آفره. همین اونایی که سیستئین در جایگاه فعال دارن اکسیداسیون سیستئین، میدونید سیستئین احیا کننده است دیگه. یعنی چه اکسیداسیون سیستئین؟ یعنی دو تا سیستئین هم بس میشه. پولیدیسولفیدی داشته باشه دیگه اون سیستئین، یا دو تا کاتپسین به هم وصل بشن از طریق سیستئیناشون، اینجا سیستئین پولیدیسولفیدی. وقتی سیستئین به شکل پولیدیسولفیدی در میاد یعنی اکسیده شده، اچ دیگه نداره، دو تا اس داره، اس انسو. درسته؟ فیبرونکتین. اینا که پولیدیسولفیدی دارن سیستئیناشون اکسیدن، ولی بعضی مثل گلوتاتیون اکسیداسیون احیا مدام داره اتفاق میفته. سیستمی که SH باشه احیا هست، سیستمی که S باشه پولیدیسولفیدی داشته باشه اکسیده. در نتیجه ایجاد پولیدیسولفیدی در کاتپسین ها باعث های ارمان فعال شدن اونها میشه. قبوله؟ و اینجا هم جدا کردم کاتپسین K رو به عنوان تنها کلاژناز لیزوزوم. جزء سیستئین کاتپسین ها هست. نه دیگه شما چهار تا رو یاد بگیرید برایش میشه جزء این سیستئین. سرین و آسپارتات کاتپسین ها رو یاد بگیرید. خب یک ریویوی هست در واقع برای فعالیت کاتپسین های مهم که اینها رو در واقع برمیگرده به عملیاتی که لیزوزوم انجام میده. دیگه اون همه عوامل مختلف رو در مورد لیزوزوم گفتیم که پردازش انجام میده ترکیبات مختلفی رو. حالا اینجا فعالیتاش رو نشون داده نقشه کاتپسین ها، و اینجا اگه اون کاتپسین مشکلی بخوره ایجاد بیماری میشه. به همزان سرطان ها در اکثر اینها هست متاستاز، چون ماتریکس از بین میره. وقتی ماتریکس از بین بره سلول مهاجرت و بیماری روماتیسم، آرتریت روماتوئید ها و بیماری ایمنی هستن که ما داریم. درست ما در من اونجا فراموش کردم بگم جایی که داشتم این تلوکین و سایتوکاین اینا رو میگفتم، یکی دیگه از پروتئین هایی که نیاز داره به پردازش یا نیاز داره به برش لیزوزومی، یکی دیگه از پروتئین هایی که خیلی مهمه برای سیستم ایمنی و نیاز داره به برش لیزوزومی، پروتولیتیک درون لیزوزوم، یک گیرنده‌ای سطح سلولی هست به نام تول لایک رسپتورها. علامت اختصاری TLR. ما انواع اقسام تول لایک رسپتورها رو داریم. شماره گذاری کردن تول لایک رسپتور 1 2 3 4 5 6 7. درسته؟ گیرنده های شبه تول یا تول لایک رسپتور. درسته؟ اینها در سطح سلول برای این هستن که یک ترکیب رو بشناسن. این ترکیب معمولا یک موجود بیگانه است، مثلا باکتری. وقتی که اون فاگوزوم داره ایجاد میشه
اون فاگوزوم داره ایجاد میشه، این تولاک رسپتور رو باید سطح سلول داشته باشه که باکتری متصل بشه به این رسپتور بیاد دار درسته سیگنال بده و رسپتور جدا بشه فاگوزوم اینجا این گیرنده اگه باکتری با عنوان مثال باشه یه نوع از تولاک رسپتوره مثل تولاک رسپتور 9 که یکی از مهمترین تولاک رسپتور هاست. خب این تولاک رسپتور خودش برای که بیاد اینجا قبلا باید لیزوزوم پردازش شده باشه، یعنی اگه این پردازشش مشکل داشته باشه این ناقصه و نمیتونه، سیستم ایمنی ناقصه و نسبت به باکتری، نسبت به تک سلولی موجودات مختلف تولاک رسپتورهای مختلفی داره پاسخ نمیده. در نتیجه یه بخشی از اینجا این اسلاید میبینید بسیار از این کاتپسینان تو پردازش TLR نقش دارن، اگه فعالسازی TLR انجام نشه تولاک رسپتور انجام نشه نمیاد بس برای سطح سلول ظاهر بشه. روشنه؟ قبوله؟ تولاک رسپتور تی ال آر فهمیدین چیه؟ خب، پس به عنوان مثال کاتپسین بی فعال آپوپتوز نوتروفی. من گفتم آپوپتوز مثلا یکی از فعالسازی‌هایی هستش که توسط لیزوزوم انجام میشه. فعالسازی مسیر تی ال آر، تولید سایتوکاین تی ان اف آلفا. درسته؟ اکثر اینا این مسیر رو دارن. ببینید تی ال آر TNF آلفا سایتوکاین اینترلوکین 1 و 8 با TLR با TLR پروتکل سلولی امکان تمام چیزایی که من توضیح دادم اینجا تقسیم کار شده. در نتیجه شما یه اسلایدی که بهتون من میدم شما یه نگاهی بکنید که دستتون بیاد. بعضی از اینها مثل این کاسفاز کی که ماتریکس رو اینجا نوشتم تقریبا استخوان ما استخوان هم تقریبا ولی کلاژن هم تخریب میکنه کاتپسین کی به عنوان کاتپسینی که کلاژن رو تخریب میکنه. درسته؟ اینجا فعالسازی گرانزیم رو هم ما جزء فعالات این میتونید جدا یادش بگیرید. کاتپسین سی فعالسازی گرانزیم، گفتم گرانزیم آنزیمی که توسط لنفوسیت‌های تی ترشح میشه و سلول مقابل دچار مرگ سلولی میشه. باشه؟ خب این گرانزیم قبلا باید توسط قبل از اینکه ترشح بشه توسط لنفوسیت و قبلا در لیزوزوم ها توسط کاتپسین سی برش برده میشه. کاتپسین سی هم یک سیستئین پروتوپلازم به بیماری های یک جمعندی از بیماری لیزوزومی اینجا معرفی شده. حالا در مورد بیماری لیزوزومی یه مقدار بیشتر چند تا بیماری رو شما معرفی می‌کنم. بیماری لیزوزومی رو بگیم و این بحث لیزوزوم رو تموم کنیم. کاتپسین A کاتپسینی که هستش که دیگه خورد پروتئین، یعنی پروتئین ها به اسید آمینهشون تبدیل میشن جزء کاتپسین گوارشیه. خاطر اینجا هدف کاتپسین های هضمی هستند که پردازشی هستند که هر کدوم یه پروتئین هایی دارن پردازش میکنن که ترشح بشه هضم سلولی نیست. کاتپسین A کاتپسینی هستش که پروتئین رو به اجزای سازندش میشکنه رو دست آمینه سسترین پروتئاز درسته؟ کاتپسین A هم به بعد درسته A و G شده
درست من چون فکر کنم شما داشتم A و G سه بروتر هستم کدوم اسفارتت بودن؟ اسفارتت بروتر بودن؟ دیوهی دی و ای آسپارت و پروتاز هم، ای و جی سرین پروتاز هم، برای هم سیستم پروتاز هم. خب، بیماری های لیزوزومی. یه سری از بیماری های لیزوزومی بیماری های اکتسابی هستن. بیماری های اکتسابی لیزوزوم در اثر محیط ایجاد میشن. آسیب میخوره قشای لیزوزوم. وقتی قشای لیزوزوم آسیب بخوره پاره میشه و آنزیما نه تنها سلول از بین میبرن بلکه بافت های اطراف رو هم میبرن. سلول های مجاور رو هم از بین. درسته؟ از بیماری های اکتساب لیزوزومی غالبا در ارتباط با پاره شدن قشای لیزوزوم. در این بیماری لیزوزومی مثل نورس، بیماری نورس زمانی که املاح و بلورها، کریستالها، یه معدنی در درون سلولها باشن، بافتا باشن، اینها میرن داخل سلول، بعضی از اینها تو قشا قرار میگیرن و قشا اون سیدیت چه از دست میده، خشک و شکننده میشه در اثر نمکهای اورات، اسید اوریک. وقتی افرادی نورس دارن میگن بهشون پروتئین زیاد نخورید، چون اسید اوریک از متابولیسم ترکیبات ازوددار، نیتروژندار ایجاد، مثل بازه عالی نیتروژندار دیگه، مثل عالی نیتروژندار یه نوع پولینه، اسید اوریک یه پولینه هست. درسته؟ نمکم، یون هم که کاتیون هم که در درون بدن زیادن، سدیم مثلا با اون اورات میشه اورات سدیم یا اورات کلسیم و کریستال ایجاد. اینا باعث پاره شدن قشا میشه در محل منافذ و باعث میشن ماتریکس هضم بشه. بیماریشو بهش میگن نورس. آرتریت، روماتوئید. دیگه حالا بافتای مختلف هستن که این پارگی علل‌های مختلف داره، اسم بیماریش متفاوته. خیلی از اینا عوارضش شبیه به همه. بفهمی چی؟ این پاره شدن غالبا در اثر اتصال کریستال ها به قشا است و عدم پایین اومدن سیالیت قشا. سیلیکوز در اثر وارد شدن سیلیس به درون لیزوزوم های سلولهای ریوی در اثر تنفس سیلیس اگه در هوا باشه فوت رو و اگه وارد بدن میشه نمک های سیلیس وارد قشا میشن به بیماریش سیلیکوز میده. چون در اثر تنفس هست قطعا در اثر ریه دچار اشکال ایجاد میشه. افرادی سیلیکوز دارن دم و بازدم دچار مشکل میشه، ماتریکس سلولهای ریه از بین میره در اثر پاره شدن لیزوزوم. آزبستوز که باز به دلیل حضور آزبست یا پشم شیشه در تنفس هست، آزبست که آزبست هم وارد لیزوزوم ها میشه و قشا ما رو پاره میکنه، سخت و شکننده میشه قشا و پاره میشه. آزبست منجر به بیماری آزبستوز میشه. بعضی مواد باکتری های ممکنه سموم ایجاد بکنن که اون سم بره به یه پروتئین بچسبه، به قشا بچسب و قشا را آسیب بزن. درسته؟ بعضی سموم هستن که باعث پاره شدن لیزوزوم ها میشه و لیزوزوم پاره میشه و میاد تمام بافت رو هضم کنه. درسته؟ مثال باکتری استرپتوکوک که دچار بیماری استرپتوکوکسیس میشه. استرپتوکوکسیس حاصل بیماری استرپتوکوک
روشنه؟ از این مواقع برای اینکه بخوان این بیماری رو جلوش رو بگیرن میانه داروهایی میدن که مقاوم بکنن قشای لیزوزوم. همونجور که قشای لیزوزوم آسیب میپذیره، بعضی داروها مثل کورتیزول، بعضی هورمون‌ها یا بعضی داروها هستن که این قشای رو دارن پایدارش میکنن که زبیر راحتی پاره میشه. درسته؟ اینا رو بهش میگن بیماری های اکتسابی لیزوزوم. بیماری های ژنتیکی، اینها اکتسابی و محیطی بودن. ما بیماری های ژنتیکی هم داریم. ما شما میتونید دیابت نوع 1 رو هم جزو بیماری های اکتسابی ایمنی بدونید. بیماری هایی که برخلاف لیزوزوم هستن بیماری های خود ایمنی هستن، یعنی یا قشا لیزوزوم پاره میشه یا قشا لیزوزوم پاره میشه و یا اینکه لیزوزوم آسیب میزنه به اون بافت در اثر پاره شدن یا حمله لیزوزوم به اون بافت مثل صدای بهتای بانکوز. بچه اینها رو آرتریت ها، اینها رو بیماری خود ایمنی میدونن. اوتو ایمیون دیابت یا دیابت نوع 1 یه بیماری خود ایمنی. دیابت بیمارزی من این دیابت دیابت ملیتوس بشه، یعنی دیابت قندی. اون بیمارزی هست دیگه قندی. اوتو ایمیون دیابت یا دیابت ملیتوس، دیابت قندی یا تایپ 1 دیابت. نه یکی، حالا علل‌های مختلف داره، یک علت ممکنه دیابت بیمزه فرق می‌کنه. اینا قند، قند دفع میشه و در قند در خون بالاست. دیابت بیمزه قند خون میداد خیلی پایین، قند در ادرار بالاست و ادرار دفع میکنه قند رو. درسته، این هم جزء بیماری خود ایمنی اکتسابی میتونه باشه. خب، بیماری های ژنتیکی که در ارتباط با لیزوزوم هست، آنزیم هایی که در لیزوزوم هستن جهش پیدا میکنن. وقتی میگیم بیماری ژنتیکی یعنی یه آنزیمی پروتئینی جهش پیدا میکنه و به نسل بعد منتقل میتونه بشه. آنزیم هایی جهش پیدا بکنه اون سوبسترای خاص درون لیزوزوم تجمع میکنه و لیزوزوم متابولیسم به هم میزنه، متابولیسم سلول رو وقتی که تجمع های ترکیبی رو ما داشته باشه. به عنوان مثال گلیکوژنز تیپ 2، گلیکوژنز به بیماری هایی گفته میشه که در ارتباط با متابولیسم گلیکوژن است. درسته؟ در چه بافتای گلیکوژن متابولیسمش مطرحه؟ بافت کبدی و بافت مایچه، میدونید دیگه. گلیکوژن کبد تبدیل به گلوکوز میشه، گلوکوز صادر میشه به دیگر بافتا. بافت مایچه گلیکوژن رو برای خودش نگه داشته، گلوکوز رو صادر نمیکنه. موقع نیاز گلوکوزش رو مصرف، انرژیش رو مصرف. حالا بیماری هایی در حدود گلیکوژن هستن که قطعا مربوط به این دوتا بافت میشن، آنزیم های مختلف از کار میفتن و بیماری ژنتیکی برای در ارتباط با گلیکوژن رو ایجاد میکنن. مثلا فسفولیپاز کبدی از کار میفته، گلیکوژن تجزیه نمیشه، آنزیم شاخه ساز از کار میفته و گلیکوژن شاخه درش ایجاد نمیشه. درست، اینا تیپ های مختلفن. حالا تیپ 2 مربوط به لیزوزوم میشه. گلیکوژنز تیپ 2 مربوط به لیزوزوم میشه، بهش میگن بیماری
پمپه. پمپه کاردیومگار هم بهش میگن به خاطر اینکه گلیکوژنز تیپ 2 کاردیومگار به خاطر اینکه در عضله قلب این رو دیدن. درسته؟ گلیکوژنز تیپ 2 کاردیومگار یا بیماری پمپه. آنزیم آلفا گلوکوزیداز تیپ کجا؟ اینجا؟ آلفا نه همون یکی دیگه. بیماری پمپه در اثر نقص در آنزیم گلوکوژن میدونید اتصال آلفا 1.4 و آلفا 1.6 داره. نقص در آنزیم آلفا گلوکوزیداز تجزیه نمیشه گلوکوژن دیگه. وقتی بخواد گلوکوژنی برسه به لیزوزوم و تجزیه بشه آنزیم ها باید بتونه این گلیکوژن رو به گلوکوز تبدیل کنن، اتصالات آلفا رو بشکنن، در نتیجه آنزیمش آلفاست بتانیست. آلفا گلوکوزیداز گلیکوژن رو میشکنه و در اثر نقص در این آنزیم تجمع گلیکوژن در سلول لیزوزوم دیده میشه. درسته؟ قبوله؟ نقص در آنزیم گلوکوزیداز ز آلفا تجمع گلیکوژن رو ما داریم که بهش میگم بیماری پمپه. خب این گلیکوژن باید تجزیه بشه، سوپرساز ماهیچه بشه. وقتی تجزیه نمیشه چطور میشه؟ از اون وقت دچار کمبود انرژی میشه، بد کار میکنه. بعد میشه بیماری بخاطر بهش گفتن کاردیومگار، بخاطر اینکه اثر این رو از اون قبل خیلی زیاده، بیماری ژنتیکی. گانگلوزیدوز ها گانگلوزیدوز یعنی چی؟ تجمع گانگلوزید گلیکوژن تیپ 2 تجمع گلیکوژن هست. گانگلوزیدوز یعنی تجمع گانگلوزید. گانگلوزید چی بود؟ چی؟ اسفنگومیلی؟ اسفنگوزین. اسفنگوزین به حساب اسید چرب میشه سرامید. درست این سرامید. حالا قندهای به این وصل میشن که نانا دارن. اگه نانا داشته باشن ما بهش میگیم گانگلوزید. گلوکوز، گالاکتوز، انستی گالاکتوزامین و گالاکتوز. درسته؟ گانگی که مشهورترین گانگلوزید ما در واقع گانگلوزید جی ام وان هست که در قشر سلول هم هست. خب این وقتی برسه به سل به جی ام وان دیگه ما قبلا توی میشه میگفتیم دیگه پنج تا قند داره به ترتیب اینجوری گلوکوز به سرامید وصل شده، بعد گالاکتوز به این وصل شده، بعد اصلا گالاکتوز آمین به گالاکتوز و در این طرم یک گالاکتوز ما داریم. یه نانا هم به این گالاکتوز دومی وصل شده. چون یک دونه نانا داره ما بهش میگیم جان جی ام مونو، یکی هم که اون یکی دوم هم که به شکل عدد دیده بشیم تیپ بشه جی ام و جی ام تیپ یک باشنه؟ آره قبولی؟ خب گانگلوزید جی ام وان برای اینکه حذف بشه تجزیه بشه باید اینا دونه دونه این قندها جدا بشن و سرامیدن جدا بشه. درسته؟ خب ما یه آنزیمی رو داریم که این آنزیم آنزیم بتا گالاکتوزیداز هست. اتصال این قند از نوع بتاست. یاد داشته باش. بتا گالاکتوزیداز بتا گالاکتوزیداز اگه نقص داشته باشه تجمع چی رو ما داریم؟
در اثر نقص بتا گلوکتوزیداز چی؟ بتا گلوکتوزیداز اگه نقص داشته باشه تجمع شیر رو مادونیم؟ بتا گلوکتوزیداز اگه نقص داشته باشه تجمع شیر داریم بتا گلوکتوزیداز گلوکتوز رو جدا میکنیم دیگه نمیتونی اینو جدا بکنی یه همه جدا بکنی که چون یه سرامی بتا گلوکتوزیداز این قسمت رو جدا میکنی در نتیجه در اثر تجمع گانگلوزید GM1 در اثر گانگلوزید GM1 در اثر نقص آنزیم بتا گلوکتوزیداز آنزیم بتا گلوکتوزیداز نقص داره GM1 تجمع میکنه بیماریشو بهش میگن گانگلوزیدوز GM1 درسته؟ قبوله؟ گانگلوزید GM1 نقص در آنزیم بتا گلوکتوزیداز هست یه نوع گانگلوزید گانگلوزیدوز GM1 هست خب این اگه سالم باشه باید حالا این اسیتیل گالاکتوزامین جدا بشه یه آنزیم باید بیاد اینجا اینو جدا بشه درسته؟ قند گالاکتوزی که آمین است آنزیم هگزوز آمینیداز حالا هگزوز آمینیداز یعنی قند آمینه رو جدا میکنه این در اینجا ما هگزوز آمینیداز A رو داریم که این اسیتیل گالاکتوزامین رو جدا میکنه و وقتی که GM1 گالاکتوز ابتدایی جدا شده تبدیل به چی میشه؟ گفتم اول میشه GM2 الان ما در اثر درست کار کردن این آنزیم الان ما دیگه GM1 نداریم جدا شده گالاکتوز GM2 داره اگه نقص داشته باشه آنزیم اول GM1 تجمع میکنه ولی اگه سالم باشه GM2 GM2 داره آنزیم هگزوزامینیداز A اگه نقص داشته باشه دیگه این قند جدا نمیشه جدا شدن N-acetyl گالاکتوز آمین باعث میشه GM2 به GM3 تبدیل ما سه تا GM داریم GM1 وقتی که گالاکتوز انتهایی هست وقتی که گالاکتوز انتهایی جدا میشه تبدیل میشه به GM2 وقتی که N-acetyl گالاکتوزامین جدا میشه تبدیل میشه به GM3 GM3 فقط گلوکوز گالاکتوز و نانا داره گانگلوزید GM3 ولی وقتی این جدا میشه دیگه گانگلوزید نیست چون نانا باش جدا شده درسته؟ ما پس سه تا GM داریم GM1 GM2 و GM3 خب در اثر نقص در آنزیم هگزوز آمینیداز A تجمع GM2 رو داریم گانگلوزیدوز GM2 من اینجوری می‌نویسم که شما بدانید این تجمع GM2 رو داریم ولی به بیماریش میگن بیماری تی‌ساکس بیماری تی‌ساکس یه بیماری حاصل از نقص در آنزیم هگزوز آمینیداز A هست و یه بیماری گانگلوزیدوز GM2 هست درسته گانگلوزیدوز GM2 تجمع GM2 که بهش میگن بیماری تی‌ساکس قابله؟ درسته؟ خب این آنزیم اگه سالم باشه هگزوزامینیداز A این N-acetyl گالاکتوزامین رو هم جدا میکنه GM2 تبدیل به GM3 میشه این الان GM3 هست آنزیم بعدی چیه؟ بعدی رو جدا
گلوکوز قرار نیست جدا بشه، گالاکتوز ها جدا بشه، پیوندش هم بهتر است. همون آنزیم اوله، دوتا گالاکتوز داشتیم دیگه، آنزیمش فرق نمی کنه، قبوله؟ بتا گالاکتوزیداز. چون اینجا بتا گالاکتوزیداز وقتی به اینجا میرسه یعنی بتا گالاکتوزیداز سالم بوده، پس اینجا ما هیچ مشکلی نداریم، اینجا هیچ بیماری شناخته نشده که حاصل از نقص برش این آنزیم باشه. بذاری میشیم؟ قبوله؟ آره؟ آنزیم اول بتا گالاکتوزیدازه، آنزیم دوم هکسوز آمیلیداز ایه، آنزیم سوم باز همون بتا گالاکتوزیدازه. پس اینجا ما نقصی نداریم. آنزیمی هم که اینو جدا نانا رو جدا میکنه و بعدا میتونه جدا کنه. دیگه حتما نباید الان جدا شه. بتا گالاکتوزید اینو جدا میکنه بعدا این دایمر میشکنه. نور آمیلیدازه. پس این نورامینیک و نورامینیداز جدا میکنه که ما هیچ بیماری شناخته نشده لاغت تا اکنون در طور این دوتا پیوند باشه، درسته؟ چون هدف حسب گانگلوزیده در تیمتی دایمره دیگه این جهش هم پیدا کنه خیلیش اثر حادی نمیذاره دیگه چون جدا شده قبلا از گانگلوزید. خدا شدی؟ پس در اصل بتا گالاکتوزیداز دوم اینجا این برش داده میشه دایمر جدا میشه. چی طوره میشه؟ جی ام تیری بوده قبلا، حالا این برش داده میشه جی ام تیری تبدیل میشه به چی؟ پس میشه دیگه گانگلوزید بهش نمیگن به دلیلی که نانا نداره، نانا جدا شده بهش میگن سربروزید. این خسته شده آخره ساعت حال صحبت کردن من ایادتون باشه سربروزید ها رو دو دسته کردیم، گلوکو سربروزید، گالاکتو سربروزید. گالاکتو سربروزید که در سربایی اصلا این گلوکو سربروزید در دیگه اصلا درسته؟ این گلوکو سربروزیده، گلوکو سربروزید درسته؟ خب این گانگلوزیدوز ها پس این دوتا میمونه بود اینجا معرفی کردم دیگه گانگلوزیدوز که نه سربروزیدوز. حالا این گلوکوز آخر باید جدا بشه تایی، اگه این جدا نشه سربروزی تجمع پیدا میکنه، اگه جدا بشه سرامید، درسته؟ سربروزید توسط آنزیم سربروزیداز یا بهتره بگیم گلوکو سربروزیداز آنزیمی هستش که سربروزید رو تجزیه میکنه، یعنی گلوکوز رو جدا میکنه. گلوکو سربروزیداز آنزیمی هستش که سربروزید رو گلوکوز ازش جدا میکنه. درچه اگه گلوکو سربروزیداز جهش پیدا بکنه نقص آنزیمه گلوکو سربروزیداز نقص در آنزیمه گلوکو سربروزیداز باعث میشه ما تجمع سربروزید داشته باشیم در غیر این صورت سرامید. سربروزیداز بهش میگن یا بیماری گوشه، بیماری گوشه یا یه نوع سربروزیداز بهش نمیگن سربروزیداز. سربروزیداز هست ولی بیماری که مشهوره به نام بیماری گوشه هست. درسته؟ بیماری گوشه حاصل نقص در آنزیم گلوکوز سربروزیداز است. درسته این آنزیم گلوکوز سربروزیداز که سالم باشه این گلوکوز رو هم جدا می‌کنه. دیگه ما سرامید رو داریم، حالا آنزیم دیگه برای ما سرامید. از این هم یه بیماری سربروزیداز که حاصل نقص در سربروزیداز اسفند و میلینوز.
ببینید این الان یک گانگلوزین GM1ه اسفندوزین اسیچاب مجموعاً سرامی گلوکوز با دکتر اناسیدی بارد کردن و کاراکتوز نمسی سیه ایوان که همون بتا گالاکتوزیدازه گالاکتوزو جدا میکنه ای تو اگزوز آمینیداز ایه ایسی گالاکتوز آمینو جدا میکنه دو مرده نمیشم ایوان همینه بتا گالاکتوزیدازه ای سه هم که نور آمینیدازه ای چهار هم که سروزیدازه اسفنگ و میلین چیه؟ شامل سرامی به اضافه کولین میشه اینجا سر قطبی قنده اونجا سر قطبی کولینه حتی جای فسفات داره فسفوکولین اسفنگ و میلین یه فسفولیپیده ولی این فسفولیپید نیست فسفات نه خب اسفنگوزین اسید چرب و کولین ما یه آنزیمی داریم به نام اسفنگ و میلین هاست که کولین رو جدا میکنه درسته؟ اسفنگ و میلین میلیناز خب اگه اسفنگ و میلیناز جهش پیدا کنه نقص در آنزیم اسفنگ و میلیناز تجمع اسفنگ و میلین رو داریم ما به بیماریش میگن بیماری نیمن پیک اسفنگ و میلیناز محسوب میشه بیماری نیمن پیک باره نیمن پیک که اسفنگو میلینوز هست در واقع و نقص در آنزیم اسفنگو میلینوز هست